خب بریم شروع کرد دوستان در بحث بستن بارها و اینکه هر کدوم چه اهمیتی داره. خب بسیار خوب، کم کم شروع میکنیم دورمون رو و امیدواریم که مطالب مثمر ثمر باشه برای دوستان. خب اینکه توی بحث ریگری چه چیزی مهم هست و چه مواردی رو بایستی ریگر رعایت بکنه، یکی از مسائل مهم برای بحث ریگرها بحث لباس مشخص ریگری هست. خیلی از دوستان شاید بپرسن آقا این لباس مثلا چه کمکی میتونه بکنه. ببینید یکی از مشخصه های لباسی میتونه این هماهنگی بین ریگر و اون راننده جرثقیل باشه، چون خیلی وقتا مشکلی که پیش میاد اینه که انقدر افراد زیادی هستن که به راننده جرثقیل یا اون کسی که بحث اپراتور جرثقیل هست دارن فرمان میدن که دچار سردرگمی میشه. خیلی مهمه که حالا این ریگر یه سری مشخصهایی داشته باشه، حتما کلاه ایمنی، دستکش و جلیقه. هر کدوم اینها یک دلیلی داره، هر کدوم اینها میتونه جان ریگر رو در مراحلی نجات بده. تک تک اینها رو با هم حالا صحبت میکنیم و خیلی مهمه که اون فردی که به صورت علامت ده هست، یعنی کسی که به اپراتور علامت دهی میکنه، با اون کسی که ریگر هست و به قول معروف بستن بار رو انجام میده، بهتری که ازم به حضور شما اینها از هم متمایز بشن. حالا در واقعیت نیگه در عمل معمولا یه مقدار کاری که انجام میدن اینه که این دوتا در یه سمستر رو در اصل انجام میده، یک فرد این کار انجام میده. ولی ببینیم چه کارهایی رو ریگر بایستی انجام بده. یکی از بحثایی که وجود داره چک کردن زنجیرها، سیمبوکسلها یا قلابهایی هستش که ازم به حضور شما ریگر موظف چکاپ بکنه که نحوه نصب اینها درست باشه، از زنجیرهایی که داره جوشکاری یا به هر دلیل دفرمگی هستن استفاده نکنه. بحث بعدی خود کنترل بار هست، یعنی ببینه بار آیا به صورت تراز هست نیست، آیا سیکشن سیمبوکسل ها یا زنجیر ها نحوه نصبش همگی آیا درست نصب شده یا نه. خب حالا میبینیم بحث مسئولیت های ریگر چه وظایف و مسئولیت های دیگری داره. مثلا توی بحث تجهیزات بالابری که مثلا بالا داشتیم، حالا یکی از بحث این که خود قلاب، خود شیطونک قلاب رو چک کردن که سالم باشه. خیلی وقتا شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی اگه همین وجود شیطانک نباشه امکان بحث فرار قلاب و ازمشون مشکلات بعدی وجود داره. بحث این که توی تراز بودن و اینکه بار به صورت تراز بلند شده، یعنی قلاب در محل نصب شده که میتونه بار رو به صورت تراز بلند بکنه، این هم یکی از آیتم هاییه که خیلی مهم هست و اون ریگر حتما دقت بکنه. خب یکی از بحثای دیگه‌ای که وجود داره، اگه بارهایی هستن که مثل آجور و بارهای موارد دیگه‌ای که هستن، حتما مطمئن بشید که توی بسته‌بندی استانداردی قرار گرفته. متاسفانه برخی پروژه از فرغون استفاده میکنن، کاملا غیر حرفه‌ای و غیر فنی است و اگه خدا نکرده اتفاق بیفته به هیچ شما توجیه فنی بابتش نیست و کارفرمات از این قضیه به مچای مشکل میشه. بسی حتما برای حمل مصالح از سیستم های جعبه ها و پاکت های مخصوص این کار استفاده کنن. برای فرغون برای جابجایی واقعا چیز درستی نیست. و بحث بعدی اینه که اگه خرابی رو دید موظفه که این قضیه رو گزارش بده. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره بحث اگه مثلا سیم با باربرداری با سیمبوکسل دارید یا با باربرداری با تسمه دارید، حتما بایستی کاری بکنید که این بحث خرابی یا عذاب حضور شما لبه‌های تیز رو حتما بایستی بپوشونید که خراب نشه.
خب یعنی اینجا نگاه بکنید ببینید که این لبه ها رو حالا با یه پلاستیک یا با یک مثلا یه چیزی مثل مثلا پلاستیک هایی که مثلا از حتی میشه از لاستیک هایی استفاده کرد که برای اتومبیل بوده و الان دیگه استفاده نمیشه، میشه تو کارگاه ها خیلی راحت استفاده کرد که خرابی سیم بوکسلتون نداشته باشین. و ازم به حضور شما دو تا وجه دارین که سیم بوکسلتون و یکی هم که برای بارتون آسیب ایجاد نمیشه. خب یه سری بحث روش های غلط و صحیح داریم. ببینید تو بحث استلام به صورت کریواتی کرده به صورت خفت کردن چیزی که وجود داره الان میبینید این روش های غلط این بست هست. یعنی چی؟ تفاوت این دوتا شکل در چی هست؟ شما در اینجا شکل بستن ازم به حضور شما کپی رو میبینید که میاد اینجا، مثلا شما میاد میگید آقا شگل ما در اینجا به این صورت هست و اینجا در پین در این قسمت قرار داره، چشمگاه و اون حلقه چشمی هم در اینجا قرار داره، ولی اینجا میبینید همینجوری اومده سیموکسل رو از داخل خودش رد کرده. خب این معلومه که واسه خرابی سیموکسل میشه. یا برعکس این، اینجا رو نگاه بکنید در حالت که شگل در حالت برعکس هست. خب این شگل مسلما در اثر جابجایی در این نقطه خیلی راحت امکان باز شدن یا امکان مشکلات بعدی یا بحثای خرابی رو داره، ولی در این حالت خیلی راحت و استیبل هست. یعنی اگه این سیموکسل هرچی هم بازی بکنه به هیچ عنوان باعث باز شدگی این پین شما نخواهد شد. یکی دیگه از بحثایی که وجود داره، اگه میخواین قلاب بزنید حتما قلاب باید به قسمت پین خورده بشه. قلاب به هیچ عنوان به داخل قسمتی که به صورت حالا کمانی شکل هست روی شگل نباید بخوره. یکی از بحثای دیگه که وجود داره، حتما مطمئن بشید که توی بحث شیطونه که قلاب سالم هست، همین زائده که به صورت اعظم به حضور شما امیدوارم که صدای من رو بشنوید دوستان، مشکل صدا نباشه لطفا دوستان، که اصلا حالا برای دوستان دیگرشون هم میتونن این رو شیر بکنن که دوستان هم تو جریان قرار بگیرن. هم فقط خب و اما بحث این که حالا سیم بوکسل در داخل قلاب چجوری قرار میگیره. یکی از بحثایی که خیلی مهم هست اینه که سیم بوکسل ها مثلا اگه تکلا سیم هست که مثلا خب خیلی ایدئاله، یه چنین نوع باربرداری معمولا کمتر پیش میاد. شما حداقل دو تا سیم دارید یا دو تا زنجیر دارید که داخل قلابتون قرار میگیره، که در این حالت اعظم به حضورتون که بهترین حالت اینه که این زاویه 45 درجه حفظ بشه. خب اما روش هایی که میتونه خیلی گرون برای پروژه و برای شما در بیاد تو حالتی که قلاب، حالا این که اصلا عملا امکان پذیر نیست چون عملا بحث وحشتناک خطرناک، یعنی این هر سه روش های غلطی هستش که شما میتونید قلاب بزنید. مثلا اینجا بحث خطر در رفتن و بحث بازشدگی دهانه قلابو دارید، اینجا ازم به حضور شما بحث حفظ تعادل و بحث این که کشیدن بار هست، اینجا هم بحث همین هستش که شما میبینید قلاب ها از این کنار بسته میشه. اما ازم به حضور شما روش های صحیحش، باز اینجا یکی از چیزایی که خرابی های متداول هست این که میبینید سیمبوکسل، حالا سیمبوکسل هایی که معمولاً نمره پایین تری هستن، نمره سیموکسل های کوچکتر یا از همون شما که این میان چکار میکنن دور سیموکسل یه دور میزن، این بسیار غلطه و باعث خرابی حالا سیموکسل های تسمه ها رو نبایستی به شما دور قلاب گره بزنید. توی بحث جلوی قلاب ها همیشه این علامت سوال یا این درجه قلاب همیشه باید رو به بیرون باشه. ببینید الان به داخله، همیشه بسی رو به بیرون باشه که مثلا تو باربرداری هایی که دارین این هم دلیل داره. بحث این هستش که اون بحث فشار وارده و سیم بوکسل ها که بعضا تا 6 برابر وزن هم امکان داره باشه باعث خرابی بار نشه و ریسک در رفتنش رو نداشته باشه. خب اگه مثلا یه باری رو داریم دوتا چشمی داریم، به هیچ عنوان نباید با یه سیم بوکسل همش رو ببندیم، برای این کار باید حتما از دو تا سیم بوکسل استفاده بکنید. تو زمانی که میخواین یه چنین بار رو بلند کنید حتما مهمه که این ترازش حفظ بشه. مسلما بارهای لوله یا بارهایی که
استوانه این شکل هست، همیشه ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان از قلاب مستقیم استفاده نکنید، همیشه از حالا لوله‌گیر استفاده کنید، یا اگر تسمه استفاده میکنید، یا مهم اینه که تسمه رو چجوری نصب میکنید، یا اینجا مثلا تو این کیس مثلا اجازه داشتن از سیم بوکسر استفاده کنن حالا اوکی بوده، خرابی به لوله ندارن. علامت این عزم و حضور شما قلاب همیشه رو به بیرون باید بشه و ترجیحاً از دو تا استفاده بشه. تو بحث عزم به حضورتون که بس زمانی که سیم بوکسر ها درگیر نیستن، مثلا چالا دارید شما دو تاشو بستید دو تاش آزاده، این نباید هیچ موقع به این سبک و سیاق رها بشه، حتما باید داخل مستر لینک یا داخل اون حلقه اصلیتون قرار بگیره. توی بحث روش های دیگر بستن بار ببینید، مثلا اونجایی که میتونید قلاب بزنید، قلاب همیشه باید رو به بیرون باشه، و اونجایی که میخواید شگل ببندید، نحوه بستن شگل رو عرض کردم، اینجا تو قسمتی که بازی داره اصطلاحا قدرت حرکت داره، حتما بایستی به این ثبت بشه. اگر اشتباه بشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید تو بحث الان اینجا یه مثلا نحوه صحیح رو داریم، اینجا مثلا ببینید اینجا کاملا میتونه بازی کنه، ولی اما اینجا شما زمانی که نیروی وارده شگل رو دارید اینجا این خرابی رو داریم، یعنی اینجا شما با مهره دقیقا یه همچین اتفاق میفته. اما برعکس این اگر باشه دیگه این اتفاق نمیفته، یعنی اگه شما شگل رو به این سمت بذارید که بازی داره و به اون سمت عزم، یعنی این جای شگل رو برعکس کنید، کاملا مشکلتون حل میشه. تو بحث نقاط تیز و برنده رو عرض کردم خدمتتون، حتما بایستی چیز انجام بدید. و داخل قلاب جرثقیل حد اکثر دو عدد سیم یا حلقه میتونه قرار بگیره. ببینید اینجا الان یه دونه شگل یا یه دونه مستر لینک قرار گرفته، اینجا شگل هست، اینجا مستر لینک درستر میتونه باشه، کلمه بهتری هست، یا حلقه میگن بشه. شما ببینید اینجا یه دونه قرار گرفته، اینجا هم یه دونه، دیگه بیشتر از این نیست، یا ماکسیموم میتونست مستقیم دو تا از اینها، نه چهار تا، حتی اکثر دو تا میتونه داخل قلاب مستقیم بست بشه. بیشتر از دو تا شد چیکار کنیم؟ پی اچ کیو آکادمی میگیم بله بیشتر از دو تا شد دیگه از مستر لینک باید استفاده کنیم. خب تو بحث خرابی ها پین های اوریجینال، شما اگه این پین خراب بشه عملا شگلتون رو نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید شما خودتون پین اختراع کنید و دارید پیچ یا مفتول استفاده کنید، اینها غلطه. تو بحث تناب هدایت کننده بار، حتما این بایستی که از نظر رسانایی بر، مثلا اگه در کنار دکلای فشار قوی کار میکنید حتما نارسانا باشه، به صورت تناب پارچه‌ای ترجیح هم باشه، به چون از سیم بوکسل های نازوک مثلا نمره 6 استفاده نکنید، یا اصلا کلا سیم بوکسل استفاده نکنید، چون سیم بوکسل بحث رسانه‌ای برق رو داره و مشکلات بعدی که برای لمبر بار خیلی ایدئال نیست. خب تو بحث بازرسی قلاب مطالبی رو خواهیم گفت خدمتتون توی ویدیوهای بعدی، اگه که علاقمند هستید